بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام دارم. امیدوارم که در هر کجا که هستید صحیح و تندرست باشید. درسی که امروز خدمتتون در یادگیری زبان عربی ارائه خواهد شد 54مین درس کتاب دوم العربیه بین یدیک هست. این درس عبارت از متنی هست در ارتباط با عنوان العولمه. العولمه واژه معادل فارسیش به معنای جهانی شدن هست. این متن از یکی از نویسندگان معاصر مصری هست در ارتباط با عولمه یا در ارتباط با جهانی شدن، در این حال که ابتدا دیدگاه تایید کنندگان جهانی شدن رو میاره، به طور مختصر انتقاد خودش رو بر این موضوع مفصل تر میاره در 3-4-5 فقره. کلمات جدیدی هم در این درس یا در این متن خواهید دید، کلمات مستعمل در زبان معاصر هست در زبان عربی، و چه خوب هست که با این کلمات آشنا بشید. مطالب بحث درس هم مطالب خوب و ارزشمندی هست. در انتها برای درک مطلب هم به همین صورت سوالاتی وجود داره که انشاءالله تا جایی که وقت ما اجازه بده سوالات انتها رو هم با هم پاسخ خواهیم داد. قبل از اینکه درس رو براتون فایل صوتی رو بذارم که گوش کنید، من مختصری رو از مطالبی که در این درس وجود داره رو یا در این متن وجود داره رو میگم تا اینکه بهتر مطلب براتون قابل اخذ باشه، بهتر بتونید مطالب رو و مفاهیم رو بگیرید. بحث عولمه یا جهانی شدن میدونید که یک شعاری هست که از غرب برخواسته هست و مخاطب اصلیش کشورهای جهان سوم، کشورهای فقیر هستند، و کشورهای فقیر هم شرایطی دارند که با توجه به فشار اقتصادی و شرایط دشوار سیاسی پیشرفت مادی غرب خیلی ها رو به خودش مبهوت کرده و متأثر کرده. در نتیجه واژه جهانی شدن یعنی یک پذیرفتن سلطه و حاکمیت کشورهای قدرتمند رو در هر زمینه. خیلی ها این قضیه رو به عنوان راهی برای نجات یا راهی برای پیشرفت میدونن، ولی این بحث جهانی شدن مفاهیم یا اغراض در واقع غیر از این اغراض رو داره. یعنی اونایی که فکر میکنن که جهانی شدن معنی این هست که ما بتونیم جزئی از این جهان متطور یا پیشرفته باشیم، با پذیرفتن فرهنگ و سلطه و حاکمیت و به همین صورت رقابت های مختلف اقتصادی و سیاسی که در غرب وجود داره، انتقال اونها به کشورهای خودمون، شاید بتونیم به اون پیشرفت و تکنولوژی و دنیای آرام سیاسی برسیم. به هر حال این یک نوع توهم یا یک نوع شعار هست. این موضوع در قالب عولمه یا جهانی شدن کاتبین رو به نقد میکشونه و مطالبی رو به این صورت میاره که در واقع این جهانی شدن یک نوع سوء استفاده از نیروی انسانی کشورهای ضعیف هست که به عنوان کارگر استفاده بشن و به عنوان به همین صورت مصرف کننده همیشه وجود داشته باشن، ولی از نظر فرهنگی و از نظر دینی و اخلاقی اون چی که دارند رو در قبال این داشته های مادی غرب از دست بدن، از اونا دست بردارن، از داشته های خودشون تا داشته های اونها رو به دست بیارن. کاتب میگه که ما در واقع داشته های اونها رو به دست نمیاریم، اون چی که داریم رو هم از دست میدیم در این میان، چون اونها نمیان که به ما امکانات مادی خودشون رو تقدیم کنن، هدیه کنن، بلکه میخوان که ما رو به عنوان کارگر و به عنوان مصرف کننده به کار بگیرن، و در این حال اون چی که ما داریم از اخلاق و از بقایای مفاهیم و مسائل اعتقادی و دینی اون رو هم میخوان از ما
بگیرن. این مختصری بود در ارتباط با اونچه که من در این درس هست. الان با هم گوش میکنیم متن رو و در ادامه حل تمرین رو خواهیم کرد. الدرس الرابع والخمسون. استمع الى النص. العولمة. هناك من يرى في العولمة دعوة الى تقسيم العمل وانتشار التقانة الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا الى اقصى اطراف الارض، ومن ثم زيادة الانتاج، وهو في سبيل ذلك مستعد لان يغفر للعولمة اي تأثير سلبي يمكن ان ينتج عنها على الهوية الثقافية، بل هو مستعد للقول بان هذا الاثر السلبي على الهوية يسير، بل قد يذهب الى القول بان الهوية الثقافية سوف تفيد من العولمة. وهناك المفتونون بالمدنية الغربية بوجه عام، ليس بنتاجها المادي فقط، بل في مجال نقل المعلومات وتخزينها وتوفيرها، وبما حققه الغرب في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي. أولئك المفتونون بالديمقراطية الغربية وبالعلاقات الاجتماعية الغربية وبالإنتاج الثقافي في الغرب، ويتمنون لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الإنجازات، ويجدون في العولمة السبيل إلى ذلك. ومن هؤلاء من لا تثير لديهم مسألة الهوية الثقافية إلا السخرية، فهي عندهم تعني التخلف والجهل والفقر. هناك أيضا الكارهون للعولمة، ولديهم أسباب لهذه الكراهية، فهناك من يكرهها لأن فيها مزيدا من الاستغلال الاقتصادي، وهذا ما تفعله الاستثمارات الأجنبية الخاصة عندما تترك بلادها وتذهب لاستغلال العمالة الرخيصة في البلاد الأقل نموا، كشركات الأدوية الكبيرة التي تريد أن تفتح لها كل بلاد العالم أبوابها لتحقق مزيدا من الربح على حساب مستهلكي هذه الأدوية ومنتجيها. نعم، الهوية الثقافية لا بد أن تعاني من ذلك، ولكن المعاناة هنا ليست إلا نتيجة للاستغلال الرأسمالي، إذ تحمل كل هذه الاستثمارات الأجنبية وهذه السلع المستوردة ثقافة تختلف عن ثقافات الأمم المستوردة لها، فتحقق مزيدا من الأرباح المادية والثقافية، وحماية الهوية الثقافية واجبة في نظر هؤلاء. وهناك من يكره العولمة لا لسبب اقتصادي، بل لسبب ديني، فالعولمة آتية من مراكز دينها غير ديننا، بل هي قد تنكرت للأديان كلها، وآمنت بالعلمانية التي لا تختلف كثيرا في نظر هؤلاء عن الكفر، ومن ثم ففتح الأبواب أمام العولمة هو فتح الأبواب أمام الكفر. والغزو هنا في الأساس ليس غزوا اقتصاديا، بل هو غزو ديني، والهوية الثقافية المهددة هنا هي دين الأمة وعقيدتها، وحماية الهوية معناها في الأساس الدفاع عن الدين. وهناك من ناحية أخرى من يرى أن العولمة ليست غزوا اقتصاديا أو غزوا علمانيا، بل غزو قومي. صحيح أن هذا الغزو يتضمن استغلالا اقتصاديا، وصحيح أنه يهدد دين الأمة التي يجري غزوها، ولكن هذا وذاك ليسا إلا جزئين من ظاهرة أوسع، وهما مرفوضان لسبب أكبر وأشمل. فالاستقلال الاقتصادي ليس مطلوبا لمنع الاستغلال فقط، بل مطلوب لتحقيق نهضة شاملة للأمة، والعولمة كذلك تهديد للدين والعقيدة ولقيم الأمة. إن كلا من المواقف المؤيدة والرافضة للعولمة يحمل في رأي البعض جزءا من الحقيقة. نعم، إن العولمة قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج، والعولمة قد تمثل تقدما في بعض القدرات المهمة للإنسان وفي بعض أنواع الإنتاج العلمي والفني، ولكن العولمة تتضمن بلا شك
اتجاها نحو السيطرة الاقتصادية من جانب الشركات الكبيرة للمستضعفين في الأرض. والتنافس في هذا الصراع لن يرحم الضعفاء، بل يعادي معتقداتهم ومقدساتهم. والعولمة بلا شك تهدد أنماط الحياة الخاصة بالأمم المحافظة لصالح نمط معين للحياة هو السائد في الدول القوية. بله، دقت کردید با این مطلبی که گوش کردید، شاید یک مقداری براتون سنگین تر بود، ولی در مجموع یه نگاه دوم میندازم باز هم برای کلماتی رو، واژه هایی رو که به عنوان کلید واژه در این متن تلقی میشه، تا اینکه اون چه که به عنوان استفهام در ذهنتون جا گرفت حل بشه. در این ضمن کلماتی که شاید نیاز به شهر داره، علاوه بر واژه اولمه، بحث جمله‌ای هست که میگه یغفر للعولمة ای تأثیر سلبی، یغفر له، غفر له به معنای بخشیدن میاد در اصل، اصل پوشش دادن هست و در اینجا نادیده گرفتن هست. یعنی برخی تمام عیوب جهانی شدن رو نادیده میگیرن. یغفر له، این تعبیر تعبیر بسیار زیبا خوبی هست، در ترکیب معاصر عربی بیشتر به کار گرفته میشه. میگیم فلان یغفر له، یغفر له معنای نادیده میگیره، بهش به برای گیرش نمیده، به موضوع رو کان لم یکن تلقی میکنه. یغفر له، تأثیر سلبی، تأثیر سلبی عکس تأثیر ایجابی. تأثیر سلبی یعنی تأثیر منفی، تأثیر ایجابی یعنی تأثیر مثبت. یعنی هر تأثیر سلبی رو، هر تأثیر منفی رو به عنوان اون رو نادیده میگیره. یغفر له، یغفر للعولمة و یغفر لها کل تأثیر سلبی، تأثیر سلبی یعنی تأثیر منفی. الهویه ثقافیه، الهویه، هویه یعنی در واقع معنیش بهانه شناسنامه هست، هویه بهانه شناسنامه، ولی در اینجا معنی همون هویت هست، هویت فرهنگی. الهویه ثقافیه یعنی هویت فرهنگی، الهویه ثقافیه یعنی هویت فرهنگی، هویتنا ثقافی یعنی هویت فرهنگی ما، هویتنا ثقافیه، هویتکم ثقافی یعنی هویت فرهنگی شما. واژه یا ترکیب بعد از این میتونیم مفتونون هست، و هناك مفتونون، المفتونون بالمدنی الغربیه، المفتونون بالمدنیه الغربیه. مفتون اون کسی است که در فتنه افتاده، در فتنه افتاده یعنی اینکه مثل اینکه ما میگیم گول خورده، یا اینکه درست نتونسته حقیقت رو دریابه. افرادی هستن که شیفته این فرهنگ تمدن غرب شدن، المدنیه الغربیه یعنی فرهنگ و تمدن غرب، المدنیه الغربیه، فرهنگ و تمدن غرب به وجه عام یعنی به طور عام. نتاجها المادی، نتاج یعنی تولید، نتاجها المادی به خاطر تولید مادی یا به خاطر همون تولیدات مادی که در دنیای غرب وجود داره. نقل المعلومات، تخزینها، توفیرها، معلومات همون علم انفورمیشن هست یا اطلاعات، فناوری اطلاعات، معلومات همون اطلاعات فارسی هست البته که ما در فارسی به کار میگیریم. معلومات تخزینها یعنی حفظ کردن یا محفوظ نگه داشتن، خزنه یا خزن و تخزین یعنی جمع آوری کردن و گرد آوری کردن، توفیرها در اختیار گذاشتن و در اختیار قرار دادن، باز هم همون بحث معلومات فناوری اطلاعات هست.
بما حققه الغرب في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي. حققه، حقق يحقق، يعني به دست آورد یا محقق ساخت در ارتباط با در مجال، یعنی در عرصه، فی ای مجال، فی در چه عرصه، فی مجال سیاسی در عرصه سیاست، فی مجال اجتماعی در عرصه جامعه، فی مجال ثقافی در عرصه فرهنگ. اولایی که المفتونون به دموکراتی الغربیه، دموکراتی همون دموکراسی فارسی هست که به کار گرفته میشه، به بعضی ها گول دموکراسی غربی رو خوردن و بالعلاقات الاجتماعی الغربیه، با روابط اجتماعی غربی، روابط سرد و روابط معروفی که در غرب شناخته شده هست، و بالانتاج الثقافی فی الغرب، باز هم به نتایج تولید فرهنگ، تولیدات فرهنگی غرب. تولیدات فرهنگی غرب انواع مختلف داره، در مسائل هنری هست، در مسائل آداب هست، در مسائل مختلف اخلاقی هست، همه ایشون به عنوان تولید فرهنگی غرب شمار میاد. و یتمنون لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الانجازات. يتمنون تمنى، يتمنى و انا تمنى کردن، آرزو میکنن برای مردم خودشون، شعوب، شعب، مردم، شعوب جمعش میشه، برای مردم خودشون. در عربی این واژه رو جمع میکنن به کار میگیرن، در فارسی ما جمعش به کار نمیگیرن، یعنی میگیم مردمان خودشون، میگیم مردم خودشون، برای مردم خودشون این آرزو رو دارن که با سرعت ملحق بشن. يتمنون لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الانجازات. انجازات به معنای دست آوردها، انجاز، انجز، ينجز، یعنی دست، به دست آورد، انجز، ينجز، یعنی به دست آورد، چیزی رو به اتمام رسون، چیزی رو خاتمه داد، یعنی به تا آخر اون رو انجام داد. مطلب واژه بعدی که باز هم ترکیبی که میشه روش مقداری توقف کرد، بحث استقلال هست. استقلال در عربی با غین، غیر استقلال با قاف هست. استقلال معنی مستقل شدن هست، استقلال با غین به معنی سوء استفاده کردن هست. استغلال، يستغل الامر، یعنی سوء استفاده میکنه از این موضوع. و تذهب لاستغلال الاعمال الرخيصه، الاعمال یعنی کار، یعنی کارگر، الاعمال یعنی کارگر، کارگر ارزان، یعنی هدفشون از این جهانی شدن اینه که خودشون بتونن به راحتی برسن به دنیایی از کارگرهای آسان، کارگران ارزان. وقتی که جهانی شدن تطبیق پیدا بکنه به این معناست که میتونه هر کشوری سرمایه گذاری تو کشور جهان سومی بکنه، سرمایه گذاریش هم به این صورت خواهد بود که کارخونه خواهد زد و از نیروی کارگر استفاده خیلی ارزانی خواهد کرد و به همین صورت تولید خودش رو با قیمت خیلی بالایی، داری و خودش رو با قیمت خیلی بالایی باز به خودمون خواهد فروخت. ما قیمت به ما پول، به جایی که پول کارگر دلار کشور خودش رو بده، با هزینه کشورمون هزینه خواهد کرد و به خودمون باز به چندین برابر خواهد فروخت. این نمونه ای هست از این استقلال یا سوء استفاده از بحث جهانی شدن. این واژه ها رو من خوندم تا اینکه مقداری مطلب رو کاملتر گرفته باشید. واژه‌ای که در انتها باز هم یادآوری کنم چون زیاد تکرار شده، بحث غزو هست. غزو یعنی جنگ، غزو قومی، غزو اقتصادی، غزو ثقافی، جنگ فرهنگی، جنگ قومی، جنگ مذهبی، این همشون به معنای غزو. عموماً غزو با حرب تفاوتش اینجاست که غزو به جنگ‌های آرام گفته میشه و حرب به جنگ‌های فیزیکی اطلاق میشه، به جنگ‌های نرم افزاری آرام غزو اطلاق میشه، به جنگ‌های فیزیکی
عموما حرب اطلاق میشه در عربی معاصر. ان كل من المواقف المؤيده والرافضه، مواقف موقف يعني موضع، موقف يعني موضع، مواقف يعني موضع های مؤيد تأييد كننده، والرافضه يعني رد كننده، رافضه يعني رد كننده، روافض يعني كساني كه رد كردن، كساني كه موضوع رو نپذيرفتن، درست شد؟ و به روافض روافض گفته میشه به خاطر اینکه دیدگاه حضرت امام صادق رو رد کردن، در ارتباط با خلفا راضی نشدن که اون چی که ایشون میگه رو به عنوان فکر و عقیده خودشون در نظر بگیرن. امام جعفر صادق رضی الله عنه با محبت و احترام یاد میکرد از خلفای راشدین، خلفای ثلاثه و صحابه. روافض با وجود اینکه خودشون رو منصوب به اهل بیت قلمداد میکردن یا خودشون رو پیرو به امام جعفر صادق ظاهر میکردن، وقتی که این دیدگاه رو از ایشون شنیدن، ایشون رو رد کردن و در این اساس به اینا گفته شد روافض. به امام جعفر صادق گفتن رفضونی. بله، این در حاشیه این مطلب رو گفتیم تا اینکه کلمه رفض و رفضه روشن بشه. آخرین فعلی که در اینجا باز هم لازم به توضیح هست، التنافس فی هذا الصراع. تنافس به معنای رقابت، نافس یا نافس یعنی رقابت کرد، صراع یعنی درگیری، مثل همون تقریبا میشه گفت غزو. صراع مثل غزو است، در این درگیری و نزاع صراع، صراع یسرا به کشتی در واقع میگن مصارعه، به کشتی گرفتن میشه مصارعه، در این درگیری و در این نزاع در واقع آخرین موضوعی که مورد تهدید قرار میگیره، انماط الحیات الخاصه بالامم المحافظه، زندگی امت، اقوامی که میخوان بر اصول سنتی خودشون پایبند بمونن مورد تهدید قرار گرفته میشه. این بود مختصری از اون چه که به عنوان کلمات جدید مطرح بود در این بخش. میایم تمرین رو سریع حل میکنیم. میگه ضع علامت صحیح او خطا ثم صحیح الخطا. الفریق الاول مؤید للعلماء. نعم، الفریق الاول مؤید للعلماء، الفریق الاول مؤید للعلماء. الاستثمارات الاجنبيه فيها استغلال اقتصادي. استثمار معنای سرمایه گذاری هست. استثمر يستثمر، استثمار یعنی سرمایه گذاری کرد، مستثمر یعنی سرمایه گذار. سرمایه گذاری خارجی درش سوء استفاده اقتصادی هست. بله، در طوری که در متن آورده بود این طوری هست، فیها استغلال اقتصادی. اون کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه در واقع سوء استفاده میخواد بکنه از وضعیت معاشی کشور. الذين يحبون الغرب يرون ثقافته تخلفا وجهلا. الذين يحبون الغرب، نه برعکس این موضوع هست، الذين يحبون الغرب يرون ثقافته تقدما لا تخلفا. تخلف یعنی عقب افتادگی و جهل یعنی نادانی. در واقع عکس این موضوع صادق هست، کسی که غرب رو دوست داره برعکس این فکر میکنه. العلمه تتنکر لبعض الادیان. تتنکر یعنی قبول نداره، مثل این که رفض یرفض و رد کردن هست. العلماء تتنکر لبعض الادیان، ليس لبعض الادیان، انما تتنکر لجميع الادیان حسب ما راینا. یعنی کلا دین رو در ضمن مجموعه فکری و رفتاری خودش هیچ گونه سهمی برایش قائل نیست، برای دینی جنسیتی قائل نیست، اصلا دین رو به عنوان قبول نداره. في العلماء تهديد للعقيدة والقيم. نعم، في العلماء تهديد هست در ارتباط با عقيدة و ارزش ها. التدريب الثاني، اجب باختصار عما يلي. هات من الفقرة الاولى كلمة مرادفة لكلمة سهل. سهل، سهل يعني آسان، يسير. يسير در جملة اول وجود داشت. ماذا يتمنى المفتونون بالغرب لشعوبهم؟ ماذا يتمنى المفتونون بالغرب لشعوبهم؟ ماذا يريدون؟ ماذا يتمنون؟ يعني تمنى ميكونان برا افرادي كي با غرب
شیفته غرب شدن، شیفته غرب شدن برای مردم خودشون چی آرزو میکنن؟ یتمنون سرعت اللحاق بالغرب فی التقدم الاقتصادی و سیاسی. الثالث، ما السبب الذي يجعل بعض الناس يكرهون العلماء؟ ما السبب الذي يجعل، میذاره موجب میشه که بعضی از مردم جهانی شدن رو دوست نداشته باشن او یا اینکه باش مخالف باشن، یخالفون او یعارضون. لان العلماء تهدید للدین والعقیده والقیم، تهدیدی هست برای دین و عقیده و ارزش ها. هات من الفقرة الثالثة ما يوضح أن أجر العامل في بعض البلاد قليل. الفقرة الثالثة جملة بيارك توزيع بدك أجر عامل كارغر در خيلية كشفراء در بعض كشفراء كم هاس وجود شركات الأدوية في دول أقل نمو الأعمال الرخيصة. شركات الأدوية شركات أعمال خارجية أصلا ميون ترمى قزاري ميون تو كشفراء جان السفون بخاطر إنك کارگر ارزون تر هست، تولید دارو میکنن و دارو رو باز به خودمون کشورها هم میفروشن با قیمت های چند برابر. الخامس، به ای شیء تؤمن البلاد حتی تأتی منها العلماء، البلاد التي تأتی منها العلماء، البلاد التي تأتی منها العلماء، به ای شیء تؤمن؟ تؤمن بالعلمانیه، تؤمن بالعلمانیه، لا تؤمن به ای شیء آخر. السادس، هات من الفقرة الخامسة ما يشير إلى أن العلماء ليس فيها خير للدين ولا للأمة. در قسمة پنجم چیزی است که ارتباط داره بر این که در جهانی شدن خیری برای دین و برای امت وجود نداره. ماذا فی؟ العلماء تهدید للدین والعقیدة والقیم. العلماء تهدید للدین والعقیدة والقیم، هذا من الفقرة الخامسة. طيب الأخير، ما رأيك؟ هل يؤيد الكاتب العلماء أم يرفضها؟ الآن ببيني كاتبني بسنده يعني شدن رو رد كرد يا تأييدش كرد، در واقع هون الكاتب يرفض العلماء ولی نقد علمي كرد، هم دلائل تأييد كننده ها رو آورد و هم دلائل افرادی که اون رو رد میکنن. بله، تمرین بعدی در ارتباط با فهم هر کدوم از این فقرهایی که در ضمن درس بود یا در هر کدوم از پاراگراف‌های درس بود که فکر کنم مثلا رو توضیح دادم اندازه کافی، یه اشاره سری در وقت کوتاه میکنیم و بایتون خداحافظی میکنم. اختر الجواب الصحیح بوضع دائره حول الحرف المناسب. اختر الجواب الصحیح، جواب درست رو در ضمن اون چی که سه مورد وجود داره انتخاب کنید، در سه مورد کدومی که از اینا جواب صحیح هست. نفهم من الفقر الاولى ان العلماء كلها خير ليس فيها خير فيها بعض الخير. الفقر الاولى ماذا فيها؟ العلماء كلها خير ليس فيها خير فيها بعض الخير. الفقر الاولى كان كلها خير، يعني العلماء تمامش خير هست، يعني صلاح و خیر جامعه درش وجود داره. الثانی، مرکز العلماء یقع اینه، مرکز علماء در کجا هست، یعنی در کجا جهانی شدن مرکزیت پیدا میکنه. به طور طبیعی در کشورهایی که رشدش پایین هست، بقیه کشورها که نیاز به این ندارن، سلطه از کشورهای غرب میاد به قسمتهایی که کشورهایی که رشدشون پایین هست. الثالث، نفهم من الفقره الثانیه أن المفتونين بالغرب يدعون إلى الفقرة الثانية، يعطينا أن كسانك شيفتي غرب هستن بشي دعوت ميدان، يدعون إلى أخذ الإنتاج الثقافي من الغرب، أخذ ما حققه الغرب في المجال السياسي، اللحاق بالغرب في كل إنجازاته. الأول صحيح، الثاني الصحيح، ولكن الثالث أصح، الثالث كامل، اللحاق بالغرب في كل إنجازاته، بيبستان به غرب در تمام دست آوردهاش. گفتیم لحاق یعنی پیوستن، لحق یلحق یعنی پیوست، یلحق بهی یعنی به اون پیوست، فی کل انجازاتی یلحق بالغرب یعنی به غرب بپیوندیم در تمام دست آوردهاش. انجاز گفتیم یعنی دست آورد. الرابع، نفهم من الفقره الثالثه ان العلمه استغلال للاقتصاد تحقيق مزيد من الربح الثقافي واجبة لحماية الهوية الثقافية.
در پاراگراف سوم اینطوری فهمیده میشه که ان العلماء استغلال الاقتصاد، سوء استفاده از اقتصاد هست، تحقیق مزید من الربح الثقافی، محقق شدن فایده فرهنگی بیشتری هست، واجبه لحمایت الهویه الثقافیه، برای حمایت از هویت فرهنگی لازم هست که این تعارض است، این طوری موردی نیست، تحقیق مزیدا من الربح الثقافی، این هم در سوم نبود بلکه استقلال اقتصاد بود. استقلال اقتصاد گفتیم سوء استفاده اقتصادی در جهانی شدن بیان میکرد در پاراگراف سوم. الخامس في الفقرة الأخيرة العلماء سيطرة القوى قوية على الضعيف تهدد أنماط الحياة لكل الأمم تهديد للدين والعقيدة. در إن آخر تهديد للدين والعقيدة تورك در آخرين باراجراف أمهد فكرم بختم رو پایان هست. امیدوارم که این درس هم مورد توجهتون قرار گرفته شده باشه و اصطلاحات و تعبیرهای جدیدی که در این درس وجود داشت رو گرفته باشید. باز هم تأکید میکنم که برای اینکه درس ها رو به خاطر بسپارید و کلمات رو تکرار بکنید حتما مراجعه کنید به سایت علمی شبکه جهانی نور و درس ها رو دوباره ببینید و تمرین کنید. با تمرین بیشتر مهارت بیشتر به دست میاد و مهارت هم با تمرین صورت میگیره، با خوندن مجرد مهارت پدید نمیاد. همه شما رو بر الله متعال میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.